روسیه، انبار مهمات تیپ 15 گارد ملی اوکراین منهدم شد. وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای در خصوص روند ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 24 ساعت گذشته اعلام کرد یک انبار مهمات تیپ 15 گارد ملی اوکراین در منطقه شهرک مالاتوک ماچکا در منطقه زاپروژیا منهدم شد. وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید کیف شب گذشته سعی کرد با استفاده از یک قایق بدون سرنشین به یک کشتی روسیه که تردد غیر نظامی در جنوب غربی دریای سیاه را اسکورت می‌کرد حمله کند. بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند نیروهای مسلح اوکراین به تلاش‌های ناموفق برای حمله در 5 محور دونسک جنوبی، زاپروژیا، کوپیانسکی و کراسنولیمانسکی ادامه دادند. این بیانیه در ادامه می‌افزاید در محور دونسک 12 حمله نیروهای مسلح اوکراین از جمله در منطقه مارینکا با موفقیت دفع شد. 295 نیروی اوکراینی در محور دونسک کشته شدند. 4 حمله کیف در محور زاپروژیا دفع شد. تلفات دشمن بالغ بر 220 سرباز، 1 تانک و 2 خودروی زرهی بود. سفیر جدید انگلیس در روسیه منصوب شد. انگلیس امروز اعلام کرد که نایجل کیسی جانشین دبورا برونر به عنوان سفیر این کشور در روسیه خواهد شد. در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه انگلیس در این خصوص آمده است که نایجل کیسی از نوامبر سال جاری سفیر لندن در مسکو خواهد بود. بر اساس اعلام این خبرگزاری، نایجل کیسی تا همین اواخر به عنوان فرستاده ویژه انگلیس در امور افغانستان کار می‌کرد. وی بین سالهای 2003 تا 2006 سرپرست تیم سیاست خارجی بریتانیا در مسکو بود و بین سالهای 2011 تا 2013 به عنوان سفیر لندن در بوسنی و هرزگوین بود. در بیانیه لندن به موضوعات بیشتری در این ارتباط اشاره ای نشده است. پوتین: سیاست‌های اوکراین آینده ای ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در نشستی با اعضای دولت این کشور در سخنانی اعلام کرد قراردادهای تجاری با مصر، مراکش، تونس و سایر کشورهای منطقه در حال آماده شدن است. دیگر مناطق را نباید نادیده گرفت زیرا این قاره بزرگ است. رئیس جمهور روسیه در این ارتباط ادامه داد همکاری سیاسی با آفریقا باید در راستای تعمیق همکاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی باید از همکاری سیاسی با آفریقا استفاده کرد. روابط ما خوب است و به دنبال گسترش این روابط نیز هستیم. ولادیمیر پوتین اضافه کرد رژیم کیف در تلاش است کتاب‌های نویسندگان کلاسیک روس را ممنوع و نابود کند، چون این سیاستی آینده ای نخواهد داشت. مؤسسات کتابخانه ای در مناطق جدید باید با کتاب‌های نویسندگان کلاسیک روس و خارجی تجهیز شوند. وی همچنین خاطر نشان کرد که لازم است اعتماد سیاسی بین فدراسیون روسیه و کشورهای آفریقایی به همکاری اقتصادی تبدیل شود. این در حالی است که وی در جلسه عمومی اجلاس روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ در روز پنجشنبه هفته گذشته توضیح داد که مسکو فعالانه درگیر تغییر جهتگیری حمل و نقل و جریان بار به سمت کشورهای جهان جنوب از جمله آفریقا است. گذرگاه حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب که به عنوان جایگزینی برای کانال سوئز معرفی می‌شود، یک سیستم حمل و نقل چند جانبه به طول 7200 کیلومتر است که مسیرهای کشتی، ریلی و جاده‌ای بین روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، هند و آسیای مرکزی را به هم متصل می‌کند. کنایه مدودف به ترامپ. دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت ملی روسیه اظهاراتی کنایه‌دار در رابطه با پیشرفت آمریکا در حوزه سیاست داخلی طی سال‌های اخیر مطرح کرد. مدودف روز چهارشنبه در توییتی نوشت بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری ناخواسته در آمریکا به سادگی کشته می‌شدند. حال پرونده جنایی علیه آنها به راه می‌افتد و علیه آنها اعلام جرم می‌شود. به راستی پیشرفت مشهود است. اظهارات مدودف در پی این مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از سوی یک هیئت منصفه فدرال به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 از طریق شورش کنگره متهم و با صدور کیفرخواست مواجه شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.